درودهای گرم مسیحی من رو بپذیرید. من الناتان باقستانی هستم و با شکرگزاری و با سپاس در نام خداوند ما عیسی مسیح خدمتتون میام به برنامه مشارکت. خوش آمدید که هر چهارشنبه ساعت 10:30 شب به وقت ایران و 11 صبح به وقت لس آنجلس برقرار میشه و فکر کنم در اروپا حدود ساعت 8 شب باشه و به شما خوش آمد میگم. به فیض خدا هر جا که هستید در هفتهتون رو ازش عبور کردید، نمیتونم میگم خوش گذشته بهتون، گرچه در خداوند خوش میگذره، ولی در نام عیسی مسیح امروز بریم برنامه مشارکت رو خواهیم داشت از طریق فیسبوک ما، از طریق یوتیوب ما که با آیدی ای باقستانی است. خواهش میکنم به دوستان بگید که برنامه آغاز شده که بتونیم به فیض خداوند از مهمان عزیزی که امروز داریم بتونیم نهایت برکت رو بگیریم. بله، در این ایام بسیاری هستن که از بیماری ها و سختی ها و مشکلات مختلف برو بکنن. مثلا عزیزان ما در ایران، ما سالهاست خارج از کشوریم ولی وقتی میشنیم در ایران چطور فشار اقتصادی هستش و مشکلات دیگه، واقعا ناراحت میشیم. در این 24 ساعت گذشته با خبر شدم که بعضی از شاگردای ما، دوستای ما متاسفانه بیماری کرونا گرفتن، شاید در بیمارستان هستن. یکی از اونا سرجون میگفت که دوران نقاهت رو داره در واقع طی میکنه و محمد و همسرشون الان در بیمارستان هستن. بگمانم میخوام که چند لحظه قبل از که مهمان عزیز ما بروی صحنه بیان دعا بکنیم برای تمام عزیزانی که الان از این مشکلات و دردها و حتی بیماری و ویروس کرونا عبور میکنن دعا بکنیم. پس همونجا که هستی دستای خودتو دراز کن به سمت مانیتور کامپیوتر و تلفنتون، بگی خداوندا الان به حضور تو میایم، با هم دیگه متحدن و برای این دوستان دعا میکنیم. عزیزانی که اسمشون اومد، عزیزانی که شاید با نام نمیشناسیم، چه پرسنلی که دارن خدمت میکنن، پرستارا، پزشکارا، پزشکان، چه عزیزان ما و اقوام، دوستان، هموطنان، همکیشان و دنیا که امروز تحت تاثیر چنین ویروس و اپیدمی قرار گرفته، دعا میکنیم ای خدا، دعا میکنیم شفای تو بر اونا بیاد و حضور زنده تو کنار اونا باشه. ایمان داریم که دعای ما رو میشنوی، چون به نام مسیح دعا میکنیم. آمین آمین آمین. بسیار عالی. پس آره، همونطور که خدمتتون گفتم، ما در دعا ادامه خواهیم داد برای این دوستان و برای دنیای خودمون. ما هم در این لس آنجلس این مشکل داریم البته، ولی دعا میکنیم. ولی خوشحالم که امروز تونستیم با برادر عزیز ما شبان فرام شاعری باشیم، برادر گل ما که افتخار دیدارشون داشتم. برادر فرام عزیز، درود بر شما، به برنامه مشارکت خوش آمدید. سلام خدمت شما، برادر الناتان عزیز، کشیش الناتان عزیز و دیگر عزیزان که مشاهدگر این برنامه هستن. من خوشحال هستم که در خدمتتون هستم و افتخار به من داده شد که بتونم با شما و عزیزان صحبت کنم. خیلی ممنون فرام جان، واقعا خدا رو شکر میکنم برای وجودتون، قلب شیرینی که دارید. ما در این سالهای گذشته که اومدیم بلژیک، برادر ما از شهر کشور بلژیک هستن، اومدیم از حضور شیرینتون برکت گرفتیم. یه بارم با هم با ماشین رفتیم به سمت آلمان، اگه یادتون باشه. بله. زحمت دادیم و خیلی ممنون که با تمام مشغلهایی که داشتید امروز، هم روز سختی داشتید، پذیرفتید که با ما باشید و امروز مطمئنن که خداوند از طریق شما نامش رو جلال میده. فرام جان، برای که عزیزان بیشتر با شما آشنا بشن و اگه احیانا نمیشناسن، خوشحال میشم چند لحظه، چند دقیقه از خودتون بگید. چشمه، من فرام شاعری هستم و از سال 2004 والدی کشور بلژیک شدم و از سال 2005 در خدمت شبانی در کلیسای فارس زبان هستم و در حال حاضر در یک کلیسای محلی در شهر روسلاره به نام کلیسای محبت عزیزان رو داریم خدمت میکنیم و با دیگر کلیساهای فارس زبان بلژیک نیز در ارتباط هستیم. شما الان در شهر روسلاره، درسته؟ بله، عرضم به حضور شما کلیسا در شهر روسلاره بلژیک هستش که تقریبا در شرق بلژیک هستیم. میشه شهر کلیسای محبت، درسته؟ بله، کلیسای محبت. بله، کلیسای محبت. شما شبان اونجا هستید به همراه خواهر مریم عزیز، همسر گرامیتون، ولی با برادر بهروز همکاری میکنه، درسته؟ کمی میخوای راجع به اون بگید. عرضم به شما، ما با در بلژیک من کلیسای روسلاره هستیم، کلیسای تورنهات، کلیسای انفرپن، کلیسای بروکسل و
کلیسایی که برادر سعید هستن، کریستین سنترز، 5 تا کلیسا هستیم که با هم در حال مشارکت و خدمت هستیم و خدا رو شکر برای این اتحادی که خداوند اجازه داد در بین ما باشه تا بتونیم از همدیگه برکت بگیریم، بتونیم قوم ایرانی رو خدمت بکنیم، بتونیم خودمون رو بنا بکنیم، بتونیم چیزهای تازه از هم یاد بگیریم و در این مسیر قدم بزنیم و بتونیم برکتی برای عزیزان فارس زبان داشته باشیم. من خیلی برکت گرفتم وقتی بار اول که اومدم، به خواهری به من راجع به بلژیک گفتم، به نظرم خواهر رعنا، ولی بعدن که دو سه بار دیگه اومدم افتخار داشتم که شما عزیزان از نزدیک ببینم. سمینار با هم داشتیم، ساعت خیلی خوبی داشتیم. واقعا برای من خیلی برکننده بود که دارید با هم دیگه همکاری میکنید و جلسات مشترک میذارید، که افتخار داشتیم بعد از سعید و برادر با بهروزم در برنامه مشارکت بودن، عزیزان شهیدن. ولی به طور خاص خیلی برکت گرفتم که شما با برادر بهروز دارید کار یک کلیسا رو انجام میدید. چطور اتفاق افتاد؟ واقعا چطور تونستید که به نتیجه برسید که البته بهروز خیلی دوست داشتنیه، مطمئنن که این یک از دلایلش بوده، ولی چی باعث که به این نتیجه رسیدید؟ یعنی برادر بهروز برادر بسیار شیرین و دوست داشتنی هستش، خیلی دوستش دارم، با هم دوست هستیم، نه فقط همکار بلکه به عنوان دو تا دوست کنار هم دیگه. خداوند انگار منو برادر بهروز قرار شده. البته کشیش دانیال که فکر میکنم خودتون باهاش آشنا هستید، برادر بسیار شیرین و دوست داشتنی، برادر سعید، همه خادمین خوب هستن. ولی خب بعضی موقعات خداوند ما رو کنار هم میگذاره، به طور خاص میتونیم با هم دیگه دوست باشیم. عرضم به شما کلیسای آنتورپن کلیسای بسیار قدیمی هستش، فکر میکنم سال 2000 این کلیسا تأسیس شده، یعنی که فارس زبان ها در اونجا بودن و بعد به خاطر مسائلی که پیش اومد کلیسا یه مقدار تعدادش کم شد و بعد شبانش از اونجا که برادر بهنام بود از کلیسا رفت و کلیسا شبانی نداشت و من با برادر بهروز صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم هر دو نفر بتونیم این بار رو هم کنیم و این کلیسا رو تا به امروز درش باز هست میتونیم داشته باشیم. یه مقدار برادر بهروز هستم، من هستم، برادر امیر زحمت میکشن تشریف میارن اونجا و دست به دست هم دادیم تا این در کلیسا باشه، تا عزیزانی که مشتاق شنیدن کلام خدا هستن، مشتاق آشنایی با پسر خدا هستن، دوست دارن دلشون رو به خداوند باشه، این در باز باشه تا عزیزان بتونن خوراکی تازه کلام داشته باشن. بله، الان قبل از اینکه جلسه شروع شه برادر بهروز از یک پیغام بسیار زیبا برام گذاشتن، پیغام بسیار به موقع. یعنی خداش رو برای وجود عزیزان خادمینی که خداوند مهیا کرده تا بتونیم در کنار هم دیگه در این مسیر قدم بگذاریم و خدا رو خدمت کنیم. آمین آمین آمین. واقعا دوست داشتنی. اسم امیرجان آوردید، این مرد جوان، برادر جوان، برادر دانیال، من اتفاقا ازشون دعوت کردم که یک برنامه رو هم داشته باشیم و بتونیم از امیرجان که قبلا برای ما نواختن و دوستان صدای قشنگش شنیدن. خیلی قلب خوبی امیر داره. حتما به زودی که در برنامه مشارکت عزیزان هم خواهیم داشت. خب برادر فرام، بفهمید که چطور شد وارد خدمت شدید شما؟ من البته میدونم ولی میخوام بینندگان ما بیشتر با این موضوع آشنا بشن. عرضم به حضور شما، من سال 1996 به مسیح خداوند در کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران ایمان آوردم. عرضم به شما، البته داستان ایمان آوردن قبل از من، همسرم ایمان آورده بود و ایشون بانی بودن، مسبب میتونیم بگیم طریقی بودن که من بتونم با مسیح خداوند آشناشم. و عرضم بزرگ شما در این مسیح سال 1999 اگر اشتباه نکنم سمیناری بود در کلیسای نارمک و خادمی در اونجا بودن، چه سمینار بشارتی بود. در اون سمینار از عزیزان خواسته شدش که هر کسی مایل هست بتونه خداوند رو خدمت کنه. بعد من و همسرم با هم دیگه صحبت کردیم، مشورت کردیم، البته هم نه مشورت ما بلکه باور دارم که اراده خدا بود که این چیز اتفاق بیفته، این مسیر. و با عزیزان صحبت کردیم و گفتیم که ما دوست داریم که در این مسیر خداوند رو خدمت کنیم و تقریبا یکی دو ماه بعدش بود که به ما خبر دادن که ما میتونیم در منزل خودمون کلیسای خانگی داشته باشیم و از اون زمان وارد خدمت شدیم، خدمت به عزیزانی که نمیتونستن در اون زمان وارد کلیسای ساختمونی بشن و دیگر عزیزان میتونستیم عزیزان رو خوراک بدیم. بیام از اون مسیر زمان بود که خدمت من و همسرم در کلیسا شروع شد و بعد از اون خدمت زوجها رو داشتیم و بعد از اون خدمت انتظامات داشتم سال
تقریبا 99 بود یا 2000 بود که در قسمت انتظامات کلیسا با عزیزان خدمت کردم تا 2004 که به کشور بلژیک اومدم. خیلی کوتاه در مورد اینکه چگونه وارد خدمت شدم. واو، چه رزومه، خدا رو شکر برای وجودتون. من واقعا یاد سال قبل رفتم افتادم که چطور ما در ایران در کلیسا البته چقدر خدمات مختلف میکردیم. یعنی اینجور نبود که مثلا ایمان بیاریم و ناگهان بگیم میخوام جوان بشیم یا مثلا احساس بکنیم که میخوام یک کاری برای خدا کرده باشیم. و این خصوصی یکی از خصوصیات خوب کلیسای ایران بود که به ما آموخت که هر جایی باید خدمت کرد. یعنی امروز هم که داریم شبانه میکنیم برای ما چیزی سختی نیست که بخوام نظافت کنیم، انتظامات بیستیم و خدمت رو در واقع برادرها و خواهرای ما خیلی خوب به ما آموختن. خب شما گفتید، اشاره کردید، من تو سوالام ندارم البته فرام جان، گفتید که جلسات خانگی داشتید. یکی از چیزایی که در این سال گذشته دولت ایران برایش خورده میگیره و باش حساس هستش کلیسای خانگی هستش، ولی امروز که ما در واقع روند تاریخی کلیسا رو در تلگرام گذاشتیم، من وقت کردم که گوش کنم. برادر ما ادیسون جان خیلی خوب توضیح میدادن چطور وقتی که روز پنتیکاس کلیسا متولد شد، اصلا جلسات خانگی از همونجا شروع شد. یعنی فرمت جمع شدن جلسات خانگی در کلیسای اولیه چیزی بود که شاهدش هستیم. کتاب اعمال رسولان شاگردان و اون چند هزار نفری که ایمان آوردن کلیسا نداشتن که بخوام برن تو ساختمان کلیسا. اتفاقا ملایان یهودی و فریسیان خیلی ایراد میگرفتن، ولی اونا در خانه ها و در اماکن مختلف دوره هم جمع می شدن. و ما هم داشتیم اتفاقا با نازنین جان وقتی در ایران خدمتمون رو شروع کردیم، سه تا جلسه خانگی رو داشتیم و اون موقع خدمت که الان می دونم که دولت خیلی حساسه و ایراد می گیره اگه کسی تو خونه ها جمع شه، ولی شاید حتی اگه ساختمون کلیسا هم باز باشه در خونه ها مردم جمع بشن بازم. و می دونید در کلیسای کره و تاریخ کلیسای کره وقتی ما نگاه میکنیم شاهدیم که چطور علت رشد اون کلیسا تنها جلسات خانگی بوده. شما چه فکر میکنید راجع به این موضوع؟ عرضم حضور شما برادر الناتان عزیز، من فکر میکنم کلیسای خانگی رابطه دوستی خیلی بیشتر هستش. خب ما توی کلیسای خب جماعت ربانی مرکز بودیم، وقتی که جلسه بود خب خیلی ها شرکت هزاران نفر می اومدن اونجا. خودتون شما هم از کلیسای جماعت ربانی مرکز هستید و دقیقا میدونید من چه عرض میکنم. طبقه پایین پر میشد، روی تراس بالا میرفتیم، برزن بزرگ شما ازدحام خیلی زیاد بود، اگر جلسه خیلی زیاد بود سالن زیرزمین مانیتور داشت و پخش میکردم. ولی آنچه که توی کلیسای خانگی وجود داشت دوستی و محبتی بود که خیلی کمتر توی کلیسای ساختمانی وجود داره. اون رفاقت و صمیمیت، اون دوستی ها، اون خالی کردن خودمون، اون پرستشی که میتونیم همه با هم یک دل باشیم، اون شناختی که وجود داره، فکر میکنم خیلی تاثیر میگذاره توی روند رشد کلیسا. مخالف کلیسای ساختمانی نیستم، کلیسای ساختمانی خیلی عالی هست، خیلی خوب هستش و روندی است که خداوند گذاشته، ولی کلیسای خانگی میتونه اون بنیان کلیسا رو انگار قوی تر بکنه، میتونه اون ریشه ها رو محکم تر بکنه، میتونه اون بنیان ها رو، اون فونداسیون ایمان رو خیلی قوی تر کنه. چون شبا وقتی که صحبت میکنه خب 500 نفر 600 نفر میشنون و بعد میرن، ولی کلیسای خانگی زمانی است که میشه سوال جواب کرد. اون چیزا که در دلمون داریم ما میتونیم بگیم و جوابی درست بشنویم اگر متوجه شدیم دوباره هست. پس اون پیوندها انگار قوی تر میشه و فونداسیون ایمان ما بهتر میتونه کاشته بشه، چون اگر فونداسیون ایمان ما مستحکم نباشه آنچه ساخت میسازیم هم روش بعضی موقع تزلزل پیدا کنه، ولی وقتی فونداسیون ایمان ما بر اساس اون تعالیم درست واقع بشه، آنچه بر اساس اون ساخته میشه بنیانش واقعی تر و جاودانی خواهد بود. نه فقط خودمون بلکه دیگران از اون میتونن استفاده کنن، یک واقعیت هستش. واقعا هم همینطوره. ما قبل از اینکه این اپیدمی وجود بیاد از امکانات کلیسای اسپانیش استفاده میکردیم و دوست هستیم باشون. کلیسای بزرگ یهودی 2000-3000 نفر آدم هستن و جمعیت دارن، ولی شبان کلیسا بردار مکزیکی پس کشیش نس ایشون اشاره میکردن که چطور 100 گروه خانگی اونها به اضافه جوانان، مردا، زنا
چقدر باعث تشویقشون شده و رشدشون. البته فرمت اونها اینجوری که مردا با هم جمع میشن، خانم ها با هم جمع میشن. من شنیدم در هفته گذشته در ایران یک گروه خانگی بانوان رو که خواهری مسئولشون بودن متاسفانه دستگیر کرده بودن و اذیتشون کرده بودن. واقعا روزی برسه که این محدودیت ها برداشته بشه و اجازه داده بشه که مردم بتونن به راحتی دور همدیگه در حضور خدا جمع بشن. آمین آمین. و به فیض خداوند میدونم که در اروپا هم در کلیسای خانگی یا گروه های خانگی با هم جمع میشه، درسته؟ بله، عرضم بوزو شما. ما در کلیسای خودمون، در این کلیسای فارسی زبان روسلاره، خب جلسات کلیسای خودمون رو داریم، جلسات بیبل استودی داریم، مشارکت ها رو داریم. میتونم عرض کنم خدمتتون، ما یک بخشی داریم، بخشی میشه بگیم سرگرمی داریم برای جوان ها. البته یک سال فعلا نداریم به خاطر شرایط، ولی قبل از اون جوان ها جمع میشدن. ده خودم هم جزء جوان ها دارم میارم، عرضم به حضور شما. جمع میشدیم، حالا بولینگ بازی میکردیم یا بازی دیگه، در اصل یک دوستی در بین جوان ها و که اتحادی در بین جوان ها ایجاد بشه. چون من فکر میکنم کلام خدا یک سری رو به من شما، یعنی به همه ایمانده ها داره یاد میده. مبنای کلیسا دوستی و محبت هست، دادن و گرفتن آنچه که خداوند به من و شما داده تا به این تقسیم کنیم، و توی کلیسای رسول‌الله از این طریق استفاده میکنیم تا این محبت ریخته بشه، بتونه دوستی ها جاری بشه. و الان هم که کرونا هستش، مشکلات هست و در کلیسا بسته است، ما هنوز جلسات خودمون رو، بیبلستادی خودمون رو و جلسات کلیسای خودمون رو از طریق اسکایپ داریم و برگزار میکنیم. و اینطور میتونم بگم خیلی خوب هست. چرا؟ چون قبلا برفرض اگه ما جلسات خودمون رو در کلیسا میگذاشتیم، ممکن بود 10 نفر بیان برای بررسی، ولی الان بیشتر از عزیزان شرکت میکنن، تو خونه ها هستن و میتونن از این طریق استفاده کنن. یا برنامه جلسه کلیسایی رو، قبلا خود عزیزان کلیسا بودن ولی الان از عزیزان دیگه ای هستن که به ما پیوستن و میتونن در این قسمت خدا رو بپرستن. پس میخوام بگم خداوند از هر طریقی داره خدمت خودش و کار خودش رو داره انجام میده. بعضی وقت ما فکر میکنیم مشکلات ممکنه جلوی کار خدا رو بگیره، ولی اینطور نیست. هدف و برنامه خدا، هر اتفاقی که بیفته تو اون مسیر انجام میشه. فقط ما هستیم که بایستی در هر زمان خودمون رو با راه خدا یکی کنیم، نه عقب نه جلوتر نه چپ نه راست، بلکه تو اون مسیر اگر بتونیم قدم بگذاریم میتونیم مثمر ثمر باشیم برای انتشار موجزه خوش انجیل و آنچه که خداوند از من و شما انتظار داره به عنوان خادمین خدا. آمین آمین آمین. کنجکاف شدم ورام جان که بپرسم تو خونه که وقتی جمع میشید با هم دیگه فرمت شما چیه؟ سرود میخونید؟ تعلیم میدید؟ چیکار میکنید؟ دعا میکنید؟ عرضم بزرگ شما وقتی جمع میشیم سرود که 100% هست، پرستش خدا اصلا جز لاینفک فکر میکنم جلسات ایمان مسیحی هستش. چون در درس میکنم اون پرستش ما هست که میتونه ما رو آماده بکنه برای گرفتن برکت، برای آزادی، برای شفا. اون پرستش فکر میکنم طریقی بود که خداوند مهیا کرد تا انسانها اگر آزادی رو پیدا بکنن خالی بشن و بر اساس کلام خدا پا بشن. پس پرستش هست و دعا هم 100% هستش. دعا که از اون طریقهایی که ما با خدا در ارتباط میشیم، با دیگران متحد میشیم، شفاعت میکنیم. دعا برای شفا هست و برای هر چیزی آزادی هست. و بعد کلام خدا رو خواهیم داشت و بعد از اون مشارکت. یعنی برنامه‌ای است که داریم روتین وار به عنوان مشارکتی که در خانه ممکنه برگزار بشه و از این استفاده می‌کنیم تا عزیزان بتونن مفهوم عشق مسیح رو بفهمن. من همیشه توی صحبتام به عزیزان میگم آنچه ما داریم انجام میدیم این که مردم عاشق مسیح بشن. مسیح عاشق اونها بود، جانش رو روی صلیب داد، زندگی نو به مردم داد. حالا وظیفه ما هست که عاشق مسیح باشیم و عاشقانه وار زندگی کنیم. من داخل پرانتز عرض کنم، شاید جالب باشه برای شما. من زمانی که به مسیح ایمان آوردم توی خواب مسیح رو دیدم و مسیح به من تو خواب گفت بلند شو توبه کن. توبه کردم، خواب بلند شدم. ولی بعد از تقریبا 7-8 ماه وقتی خونه که یه برکز برادران، اسامی رو نمیگم، خونه که برادران رفتم تا در اونجا بتونم دروس مقدمه توی شاگردی رو از این برادر بگیرم، به من گفت توبه کردی؟ گفتم بله. گفت توبه کردی واقعا؟ گفتم آره توبه کردم. گفتم عیسی خداوند؟ گفت نه. من میخوام ببینم آیا واقعا توبه تو توبه فکر و احساس و اراده بود یا فقط احساسی شدی توبه کردی. خیلی موقع ما توی زندگی هامون، توی ایماندارها، من یک کلمه هست به نام طرفداری. ایمان میاریم و طرفدار عیسی میشیم. عیسی احتیاج نداره کسی طرفدارش باشه. من همیشه میگم خورشید دلیل خورشیده،
خود وجود عیسی دلیل وجودشه. حالا من طرفدارش باشم و نباشم هیچ فرقی به حال عیسی نمیکنه، بلکه عیسی دوست داره ما وفادار به عیسی باشیم. اون روز تازه فهمیدم توبه کردم توبه احساسی بوده، فکر نبوده، توبه عمل نبوده، بلکه فقط احساس کردم نیاز دارم. ولی بعد از اون که بعدش صحبت کرد تازه فهمیدم مسیح احتیاج داره و دوست داره من و شما، ما ایماندارها، وفادارانه به او زندگی کنیم. در این وفاداری نلغزیم، خطا نکنیم، اشتباه نکنیم. من همیشه مثال میزنم که زن و شوهرها همدیگر رو خیلی دوست دارن، اگر عاشق همدیگه هم باشن ولی به هم وفادار نباشن زندگیشون ارزش نداره. اصل اینه که زن از شوهرش میخواد در وفاداری به اون بمونه و شوهر از همسر، و دقیقاً عیسی داماده و ما عروس، و این رو باید یاد بگیریم که ما باید در وفاداری به مسیح زندگی کنیم و این وفاداری میتونه من و ما رو برسونه به نقطه‌ای که عیسی میخواد. من و شما یک سفر زندگی داریم، از یک جایی که توبه میکنیم شروع میشه و در ملکوت در اورشلیم آسمانی، ولی این سفر زندگیمون در اون وفاداری به مسیح حرکت میکنه. استاپ به استاپ تجربه به دست میاریم و در این وفاداری حرکت میکنیم تا بتونیم یک روز در آسمان صورت زیبای پسر خدا رو ببینیم و در اون جشن بره. پس این وفاداری من و شما رو به اونجا میتونه بکشه، وگرنه طرفدارم اگر باشیم من فکر میکنم هیچ اتفاقی تو زندگیمون نمیفته، چون امروز بر اساس این است، فردا بر اساس چیز دیگه ای بوده. ولی اون چیزی که عیسی میخواد قلب و جان و وجودمونه که بگذاریم برای عیسی، با همه چیز نمیگم بسازیم بلکه درک بکنیم که چرا شرایط اینطور هست و در اون شرایط بتونیم ایمان خودمون رو استوار کنیم و بمانیم، خم نشیم. ممکنه مشکلات باشه ولی نمیافتیم، زیرا ایمان داری پسر خدا ایمانهای ما رو تا انتها حفظ میکنه و ما بایستی در اون مسیر قدم بردنیم. برادر هست، واو، خیلی زیباست. من میخوام به جلسات جلسات اینترنتی شما بیام که از طریق اسکایپ هستش. حتما عزیزان رو تشویق میکنم اگر در مثلا بلژیک هستید، اگر در قسمت دو سالاره هستید، جای دیگه که نزدیک هستن هستید، حتما تو این جلسات شرکت کنید. چون چند دقیقه برادر ما سخن گفت روح خدا داشت میریخت، یعنی چقدر عظیم و قشنگ مثلا رو باز کردن. و اتفاقا فرام جان فکر میکردم که چقدر خوب میشه که با برادرها صحبت کنیم، یه روزی رو مشخص کنیم، چون قرار بود که من اگه بشه ماه جون جولای بیام اونجا، که اصلا نشد دیگه. ولی میتونیم یه روز صبح تا شب با هم باشیم، امیر جان بزنه، خادمین مختلف صحبت کنم، منم در خدمت تونم. برادر علی‌نتان عزیز، شاید من میخوام بگم خدا بشو برای روح خدا، چون ما دو هفته پیش با برادر سعید، با برادر امیر و برادر بهروز اصلا صحبت این کردیم که یک جلسه یک روزه یا چند ساعته داشته باشیم به عنوان یک جلسه کلیسایی، که چند حداقل دو یا سه تا شبان بتونن صحبت بکنن، پرستشی بسیار داشته باشیم. شاید و اون چیزی شما فرمودید دقیقاً اون چیزی رویایی که ما داریم و ایمان دارم آنچه که شما فرمودید و ما در مسیر اراده خداست و میتونیم از برکت حضور شما استفاده کنیم. همچنان که شما چند بار تشریف آوردید و ما رو برکت دادید و باعث شدید که این اتحاد در ما انگار بیشتر شکل بگیره. خداشو برای وجود شما عزیزم. من جلوی دوربین خودم رو دعوت کردم به خاطر که خیلی شما عزیزان رو دوست دارم و در گذشته محبت شما دیدم، ولی واقعا همینطوره، خیلی خوب خواهد بود. خب اشاره کرده به نوعی مختلف راجع به همکاری و یک دلی، و الان راجع به گرده همایی یک روزه و چند ساعت با هم کردیم. در واقع میخوام بدونم که قبل از اون البته بپرسم، چه خدماتی رو شما در کلیسای خودتون انجام میدید که در واقع در خدمات مشترک هم شاهد اون هستید و بیشتر گران برکت میگیرن؟ عرضم بزرگ شما، فکر میکنم در این بره از زمان یا توی اروپا خدماتی کلیساها انجام میدن بیشترشون مشابه هستش، چون یکی از خدمتهایی که توی کلیساهای فارس‌زبان انجام میشه خدمت پناهندگان است. عزیزانی که از ایران میان و نیاز دارن که گروهی باشد، عزیزانی باشن که اینا رو محبت کنن، خدمت کنن، نیازشون رو برطرف کنن، پس یکی از خدمت‌های ما خدمت به عزیزان پناهنده هستش. حالا در هر مسیری که میخواد باشه، اگر احتیاج به وکیل دارن میتونیم وکیل بهشون معرفی کنیم، مترجم میخوان مترجم، از نظر روحانی میخوان میتونیم کمکشون کنیم، دوست دارن با کسی صحبت کنن باشون صحبت میکنیم، مشکلات هستش و اینی که از خدمت‌های ماست. و دومین خدمتی که ما داریم انجام میدیم توی کلیسا از طریق بشارت ها هست. حالا این بشارت ها میتونه فیزیکی باشه، برزم یا برفرض این بشارت ها میتونه طریق های دیگه ای باشه که
ما این رو بتونیم مژده خوش انجیل رو به دیگر عزیزان برسونیم. ولی میگم در این قسمت از زمان بیشتر خدمت ها فکر میکنم برمیگرده به پناهندگانی که هستن و ما بایست این عزیزان رو خوراک بدیم، بتونیم کمکشون کنیم تا عزیزان متوجه بشن که زندگی مسیحی چی هست. من داخل پرده اگه اجازه بدید عرض کنم، عزیزانی که به تازه به مسیح ایمان میارن، خب همه ما از یک تفکر اسلام اومدیم و باورهایی رو داریم که اون با اون باورها وارد میشه. حالا از ایران هم که عزیزان میان اون باورها بیشتر هستش و شاید یک زندگی مسیحی رو دارن شروع میکنن که با باورهای اسلام هست ولی زندگی مسیحی. ولی یکی از وظیفه‌ام اینه که به عزیزان کمک بکنیم تا باورهای خودشون رو انگار بتونن مرزبندی بکنن و متوجه نوع تفکر مسیحی بشن، نوع باور مسیحی، نوع ایمان مسیحی، نوع زندگی مسیحی بشیم تا متوجه بشیم که اصلا زندگی مسیحی خیلی فرق میکنه. اینطور نیست که من بر فقط کتاب یه کتابم رو با کتاب دیگه عوض کنم. قبلا یه گردنبند داشتم، الان صلیب بندازم، قبلا جای دیگه میرفتم، الان بیام کلیسا. و باعث این تفکر، نوع تفکر من میخوام بگم عوض بشه. در اصل مسیحیت یعنی عوض شدن نوع تفکر ما از زندگی اشتباه در زندگی درست. خب ما فکر میکنم خیلی ها میبینیم که الانم خیلی ها به مسیح ایمان دارن، وقتی یه صحبتی میکنن به در میکوبن تخت تخت، نظر نخوره. یعنی این باورها بایستی فکر میکنم خرافات، باورها بایستی شکسته شه. یکی از فکر میکنم خدمتهایی که توی خادمین اروپا دارن به خاطر این باید این باشه که بتونیم عزیزان رو کمک بکنیم تا عزیزانی که از ایران اومدن نوع تفکر مسیحی رو یاد بگیرن، چون تفکر مسیحی خیلی فرق میکنه با تفکر حتی دنیوی. ما کلام خدا میگه ما فکر مسیح رو داریم، ما مسیح رو باید بپوشیم، باید مسیح رو زندگی کنیم، باید فکر و اندیشه ما فرق کنه. توی کتاب متی هست باب 4 5 6 مسیح در خیلی زیبا درباره خیلی کلمات صحبت میکنه. میگه من میگم زنا نکن، ولی الان میگم که اگر نگاه بکنی، من میگم دروغ نگو. من میگم پس دقیقاً نوع تفکر مسیح چیزیه که ما باید به دیگران یاد بدیم. اول میخوام بگم خودمون باید این رو تمرین کنیم، چون چی؟ اگر من چیزی رو به دیگران یاد بدم ولی در خودم دیده نشه به درد نمیخوره. پس وظیفه خادمی اینه که اول خودشون اونها رو زندگی بکنن، اون باورها رو در کلیسا عمل کنن و بعد دیگران متوجه بشن که نه، زندگی مسیح خیلی فرق میکنه اون چی شنیدن، ولی کلام خدا چیزی که میگه بایستی طبق اون بایستی انجام داد. بگم پس آنچه که ما توی اروپا انجام میدیم اینه که بتونیم باورهایی که وجود داره رو بر اساس کلام خدا تغییر بدیم تا این باورها شکل درست مسیحی بگیره و زندگی ها بوی خوش مسیح رو بده. بله، آمین آمین. حقیقت همین هم درسته که شما میفرمایید. فرام جان بفرمایید که به نظر شما اصلا چرا اهمیت داره که ما خدمات مشترک انجام بدیم، مثلا در این ایام در واقع کرونا یا حتی شرکی در بین ایرانی ها و افغان ها وجود چه اهمیت شده، شما در چی میبینید؟ ارزم به حضور شما برادر عزیز، من میخوام تجربه خودم رو عرض کنم، چون بعضی موقع ما یک چیزایی رو میگیم به عنوان کلیشه میگیم، خب کلیشه ها درسته، ولی چیزی که خودم خودش لمس کرده فکر میکنم خیلی بیشتر میتونه کمک بکنه به دیگران. آنچه برای خودم بود، خب ما از تقریبا 7 سال، بین 7 تا 8 سال هستش که این مشارکت رو شروع کردیم. در ابتدا من بودم، برادرمون دانیال بود، برادر امیر عزیز بود و برادر بهنام بود که این مشارکت شروع شد. و خب اول میخوام بگم خیلی مشکل بودش بخاطر این خادمی میتونن کنار هم قرار بگیرن، نوع طرز تفکرهای مختلف، کلیساهای مختلف، باورهای مختلف. ولی آنچه که ما شروع کردیم و که آنچه که بر ما مشترک هست رو روش سرمایه گذاری کردیم و تونستیم روش برنامه ریزی کنیم، اونم نجات قوم ایرانی است. بتونیم مژده خوش انجیل رو به عزیزان بدیم و عزیزان بتونن معنی شیرین زندگی با مسیح رو درک بکنن. ولی آنجایی که برای من خیلی زیبا بودش از اون اتحادی که در بین من و برادر دانیال و بعد خدا رو شکر برای برادر بهروز عزیز، هر جا اثر محبت و فیض خداوند با این عزیز باشه، برادر بهروز به ما اضافه شدن و بعد برادر سعید نازنین در کنار ما قرار گرفتن، داریم خدمت میکنیم. میگم آنچه که برای من جالب بود، وقتی ما خدمت مشترک رو شروع میکنیم خدا ما رو فروتن میکنه، انگار از اون غرورها آزاد میشیم، از اون منیتها، و متوجه میشیم باید فروتن و در کنار همدیگه قرار بگیریم. دومین چیزی که برای من خیلی جالب بود، توی مشارکت ها، توی خدمت های مشترک یک جوابگویی وجود داره که توی خدمت های معمولی وجود نداره. وقتی که من خدمت رو شروع کردم با برادر دانیال و برادر بهروز عزیز، با هم یه جوابگو بودیم. فرق نمی‌کنه که کدوم از ما سن ایمانیمون بالاتره یا پایین‌تره، تصمیم گرفتیم با هم دیگه جوابگو باشیم. تو
به خیلی از قسمت‌های کلیسایی. خیلی موقع برادر دانیال اکسل میگم چشم برادر عزیز، این چیزی بود که یاد گرفتم که بتونم جوابگو باشم و بتونم اطاعت پذیر و تعلیم پذیر باشم. خیلی موقع وقتی ما با هم دیگه کار نمی‌کنیم تعلیم پذیری نیست، ولی وقتی کار می‌کنیم در اصل از هم دیگه تعلیم می‌گیریم. تعلیماتی یا میگم تعلیمات پنهان، خیلی تعلیمات نهانه، ولی تعلیمات خیلی پنهان وجود داره. ممکنه بشینیم با هم یه قهوه بخوریم و من از برادر دانیال، برادر بهروز از یک چیزی رو ببینم، یک چیزی که داره فیزیکی انجام میشه ولی تعلیمه. پس توی مشارکت ما تعلیم پذیر میشیم، تعلیمات جدید رو میتونیم یاد بگیریم، میتونیم بگیم بله و نه، میتونیم یاد بگیریم. من همیشه میگم یاد میگیرم که یاد بگیرم، چون آموختن هستش. خیلی موقع ها ما دوست نداریم یاد بگیریم، ولی من میگم میخوام یاد بگیرم که یاد بگیرم، و به خاطر این مشارکت رو من یاد میده. توی این قسمت ها ما همکاری رو یاد گرفتیم، تکروی نکن بلکه بتونیم با دیگران همکاری کنیم. عرضم بزرگ شما تونستیم یاد بگیریم که چگونه نقش پذیر باشیم. نقش پذیر بودن که اون چیزهایی که توی خدمت مشترک وجود داره، من چه نقشی دارم، برادرم چه نقشی داره. خیلی موقع ما میخوام جایگاه دیگری رو داشته باشیم، ولی تو اونجا یاد گرفتیم هر کس باید جایگاه خودش رو داشته باشه و نقشی که خدا برای او بازی میکنه، مهیا کرده رو میتونه بازی بکنه. یاد گرفتیم که آزاد نیستیم هر کاری بکنیم، بلکه خداوند ما رو گذاشته در کنار هم کار بکنیم. پس تکروی نیست، بلکه یاد گرفتیم در کنار هم دیگه اون آزادی های شخصی رو بذاریم کنار، بلکه در مسیر جمع زندگی کنیم. شاید به نظر من این کار درسته، ولی وقتی در کنار جمع یاد میگیرم متوجه میشم این بذارم کنار، اون چیزی جمع میپذیره رو میتونم انجام بدم، نه برای خودم بلکه برای ادامه اون نقشه ملکوت خدا. وقتی که کارهای خدمت مشترک داریم، تازه متوجه میشیم کجای خدمتمون نقص داره. من وقتی تنها هستم متوجه نمیشم، چون برای من عادی میشه، ولی وقتی در خدمت مشترک هستم خود نقص ها و اشتباهات من رو بهم نشون میده. ماها کامل نیستیم، من همیشه میگم خادمین کامل نیستن، ولی باید یاد بگیریم چگونه در اون کاملیت حرکت کنیم. یه فرستو که صحبت میکرد میگفت ماها قدوس نیستیم، ولی به سوی قدوسیت باید حرکت کنیم. این دلیل نمیشه اگر من نمیتونم مثل مسیح قدوس باشم پس قدوس نباشم. نه، ممکنه مثل مسیح قرار قدوسیت نباشم، ولی باید یاد بگیرم در قدوسیت راه برم و یواش یواش یاد بگیرم چگونه در قدوسیت زندگی کنم، در محبت زندگی کنم، در احترام زندگی کنم، در نیکویی زندگی کنم. پس این چیزی بود که توی مشارکت ها من یاد گرفتم، یاد گرفتم به دیگران میتونم اعتماد کنم. دنیایی که به کسی نمیشه اعتماد کرد، ولی توی مشارکت ها من متوجه شدم به برادر بهروز، برادر دانیال، برادر سعید میتونم اعتماد کنم، میتونم بارهای خودم رو بهشون بدم. و چیزی که من میخوام بگم زیباتر از همه بود، توی مشارکت‌ها من دوست پیدا کردم. بیان من داخل پردیسی عرض کنم خدمتون، خیلی شبانها تنها هستن، یک واقعیت. خیلی موقع ما شبانها برای دیگران خدمت میکنیم، شانه هستیم تا دیگران روی شانه های ما گریه کنن، ولی خیلی موقع ما خودمون شانه نداریم که روش گریه کنیم و نمیدونیم چیکار کنیم توی بحران. ولی توی مشارکت ها تونستم یک دوست خوب پیدا کنم، دوستی که میتونم روش تکیه کنم، دوستی که میتونم حرف دلم رو بزنم، برادری که میتونم حتی بغلش کنم گریه کنم. آره، خیلی موقع واسه من میگم باخا برای مرد خیلی بده گریه کردم، من میگم نه، من خیلی موقع وقتی که درد دارم گریه میکنم، ناراحتم نیستم جا به همه عزیزان بگم، چون باور دارم توی گرسی که اشکا شفا هستش. پس توی مشارکت ها دوستی های پیدا میشه خیلی ارزنده هستش. من توی زندگی مسیح توی اروپا دو تا دوست خیلی خوب، دوستان بسیار دارم، ولی دو تا دوست خیلی خوب دارم. یکیش برادر بهروز عزیز هست که هر جاست حفاظت خداوند باشه، و یه برادر دیگه برادر محسن عزیز هست که ایشون جز مسئول فارسی مینیستری رویای جوانان هست در کشور آلمان. با عزیز توی یک سمینار آشنا شدیم و با این عزیز در حال خدمت هستیم توی قسمت تعلیم به عزیزانی که وارد آلمان میشن و نو ایمان هستن، دروس پایه رو با این منیستری به عزیزان تعلیم میدیم. پس این دو دوست خداوند گاهی کنار من گذاشتش تا بتونم باشون رابطه برقرار کنم. خیلی موقع فکر میکنم اینطور بسیار به شما عرض کنم، خیلی موقع ما فکر میکنیم وقتی میشینیم باعثی کتاب مقدس اون وسط باشه، حتی از یک آیه بکنم و یک آیه بگیرم تا برکت بگیرم. خیلی موقع میتونیم مثلا به همدیگه نگاه بکنیم، یک قهوه بخوریم، با همدیگه در رابطه با زندگی صحبت بکنیم و این بارها از بین بره. توی مشارکت ها من یاد گرفتم میتونم بارهای خودم رو تقسیم کنم، میتونم سرحالتر باشم، خسته دیگه نشم. من بخواه ببخشید سرتون رو درد آوردم، ولی خواستم بگم این برکتی بود که توی مشارکت ها خدمت مشارکتی به دست آوردم و برای من خیلی ارزشمند و خیلی جالب بودش. برم
خیلی خیلی زیبا دارید. من نوت برداری کردم فرام جان. ما در اتحاد با همدیگه یاد میگیریم جوابگو باشیم به همدیگه، چیزی که واقعا در دنیا کمتر هستش و اصلا دیده نمیشه. خیلی از وقتا من که اون سازمان، اون تشکیلاتی که داره این کار میکنه اهمیت اینو فهمیده باشه، جوابگو خیلی خیلی خوب هستش. من خودم به 3 نفر جوابگو هستم. یاد بگیریم که یاد بگیریم خیلی خوبه، وقتی کنار هم هستیم یاد میگیریم، وقتی با هم دیگه هستیم یاد میگیریم. و نقص های خودم خیلی قشنگ گفتید، وقتی میبینم بعد فرام داره چطوری خدمت میکنه خدا رو، چطوری از تجربیات عبور کرده، من نقص های خودم میبینم، میگم ای من میتونم مثل بعد فرام باشم، میتونم همون راهو برم، همون خدایی که بعد فرام از این عبور داده میتونه منم عبور بده. و خیلی زیبا گفتید دوست پیدا کردم. میدونی ما در دنیای زندگی میکنیم که متاسفانه دوست خوب پیدا نمیشه و کلام خدا میگه که در جمع گناهکارا نشینید و با اونها نباشید، ولی کلام خدا میگه دوستیست که از برادر چسبنده تره. و خوشحالم برای این شهادت ها که میگید بعد از بهروز این کار کرد. حتما میخوام شما و بهروز با هم دیگه یه بار در برنامه مشارکت بیایید. و محسن جان رو من فکر میکنم بشناسم، ولی خوشحال میشم معرفی میکنید که حتی اگه بشه در برنامه مشارکت این دوست عزیز داشته باشیم. و حتما اگه شما دارید تعریف میکنید حتما باعث برکت همه ما خواهد بود که از ایشون بشنویم. البته با برادر محسن فکرم شما در جریان هستید، درباره سازمانی هست به نام سازمان ایماندارها که درست شده و قرار این خدمت رو شروع بکنیم با برادر محسن و برادر رامین عزیز ازر که دو تا عزیز در آلمان هستن. فعلا صحبت نمی کنم چون قرار شدش که تمام کارها به انجام برسه و این رادیو مسیحی راه اندازی بشه و به امید خدا بعد اگر که فرصتی باشه بتونید در بعدها در این رابطه با هم صحبت کنیم و این خدمت رو نیز معرفی کنیم تا عزیزانی که میتونن در این مسیر بتونن با ما هم خدمت بشن و کمک بکنن، ما بتونیم از کمکشون استفاده کنیم. آمین. حتما، چرا نه، هر چی که باعث میشه که خدا جلال پیدا بکنه و دیگران بنا بشن رو باید انجام داده فیض مسیح، چون اصلا این اراده خدا هست که در واقع مثلا در ایامی که شاید بگیم در طی سالهای گذشته ما شاهد بودیم که به نوعای مختلف، حالا یا آدم ها این کار کردن یا مخالفین یه جوری دخالت کردن و باعث شدن که جدایی ها باشه و اتحاد نباشه، اینها خیلی با ارزشه. من بعد فرام معتقدم که ما میتونیم با اتحاد و با یک دلی خیلی کارهای بزرگتر از این در ایران بکنیم. آمین. که شاید تو جامعه ما نبوده، چه در امور سیاسی چه در امور اجتماعی، حتی در ورزشمون نبوده، ولی ما میتونیم اینو بشکنیمش، میتونیم به قوت روح القدس همونطور که شاگردان در کتاب اعمال رسولان با اتحاد تونستن تا به روم برن، تونستن تا با ترکیه امروزی برن و کارهای بزرگ بکنن، آیات و معجزات جاری میشد، واقعا بتونیم این کارو بکنیم. کلام خدا در اعمال رسولان باب 2 باب 4 ما میگه که در سرتاسر کتاب اعمال رسولان چطور اینا با هم جمع میشدن، قضا میخوردن، عشا ربانی میخوردن، با هم خدمت میکردن. پولس کار خودش رو میکرد، پتروس کار خودش رو میکرد، هر کس کار خودش رو میکرد، خانم ها حتی نقش خیلی مهمی دارن در کتاب اعمال رسولان. بنابراین ما میتونیم کارهای بزرگ بکنیم و مطمئنم که این روزها خیلی 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 پربارتر و پربرکتتر میشه. اما سوال من اینه برادر فرام، چرا گاهی وقتا بعضی از ما فکر میکنیم که متحد نشیم با دیگران یا با کار دیگران کار نشته باشیم درست تره؟ سوالی هست اگه بخوام بهش جواب بدم خیلی زبان بره واقعیت، چون نمیشه با یکی دو تا پاراگراف یا دو تا کلمه این رو درباره صحبت کرد، چون فکر میکنم باید ریشه یابی بشه، چون خیلی از مسائلی که اتفاق میفته ریشه ای هستش. ممکنه با روی قضیه رو ببینی ولی ممکنه در درون چیزهای مختلف باشه، ولی فکر میکنم یکی از دلایلش تجربیات تلخ هستش. خیلی از خادمین تجربیات تلخی دارن که باعث شده که نتونن با خادمین دیگه‌ای بتونن کار کنن. من فکر میکنم بایستی در این برهه از زمان همه ما تجربه تلخمون رو کنار بگذاریم و بتونیم اون شیرینی مسیح را توی خدمتمون حس کنیم و لمس کنیم، و اگر اون شیرینی رو بتونیم لمس کنیم میتونیم دوباره کنار همدیگه قرار بگیریم. بعضی وقت ما فکر میکنیم که همه چیز رو میدونیم و احتیاج نداریم که کسی در کنار ما باشه. من که بلدم تعلیم بدم، بلدم شبانی کنم، میتونم بشارت بدم، میتونم سرودهای روحانی بخونم، پس احتیاج به کسی ندارم.
و یکی از مشکلاتی وجود داره که ما وقتی فکر میکنیم همه چیز رو خودمون میدونیم. من باور دارم که ما همه چیز رو نمیدونیم. وقتی در کنار هم قرار میگیریم، خدا به من و شما حکمت میده تا بتونیم در کنار هم بتونیم اون بدن مسیح رو کامل کنیم. من همیشه این مثال رو توی کلیسا میذارم، میگم زندگی مسیح یک پازل هستش. پازلی است که هر کدوم از ما توی این پازل باید جا بگیریم تا شکل زیبای مسیح فرم بگیره. حالا اگر من بخوام باور کنم که من میتونم به تنهایی این پازل رو پر کنم، اشتباس. ولی وقتی من و شما کنار هم قرار میگیریم، پازل زیبای مسیح شکل میگیره و مردم میتونن خدمت رو، خدمتی که ما داریم انجام میدیم رو ببینن. بعضی موقع ما دوست نداریم جوابگو باشیم، که دلیل هایی که شاید خادمین دوست ندارن با کسی دیگه ای در ارتباط باشه و دوست دارن یک حریم و یک محفل انگار دور خودشون بکشن، اینه که دوست ندارن جوابگو باشه و دوست دارن تنها کار بکنن. خیلی موقع ما دوست نداریم کسی وارد حریم و مرزمون باشه، میگیم حریم من، مرز من هستش، و به خاطر همین دوست داریم خدمت هامون هم جدا بکنیم. ولی من باور رو دارم همه ما یک مرز بیشتر نداریم، مرزی که خدا برامون گذاشته، تا هممون در این حریم بتونیم کنار همدیگه قرار بگیریم و خداوند رو جلال بدیم. من همیشه یک آیه توی کتاب مقدس که توی ذهنم هستش، کلام خدا میگه شیطان مانند شیر قران هستش که میچرخه تا یک نفر رو که جدا شده رو بدره و پاره کنه. این فرق نمیکنه برای ایماندارهای معمولی، برای ایماندارهای قدیم، حتی برای خادمین هم هست. اگه ما به عنوان خادمین بخوایم خودمون رو از مابقی خادمین جدا کنیم، امکان داره این مشکل برای ما به وجود بیاد و ما نیست از این چهارچوب، از این خدمت جدا بشیم. ولی فکر میکنم اشتراک در خدمت با همکار کردن دقیقا طریقی هست که میتونه خدمت ما رو در امنیت قرار بده، میتونه ضمانتی برای خدمت ما باشه، میتونه طریقی برای رشد خود ما باشه. خیلی موقع ما اینها رو نادیده میگیریم و فکرمون اینکه دید ما کوتاه میشه، اینقدر جلو رو فقط داریم ببینیم. بلژیکی ها یه اصطلاح دارن میگن پردن بریل، یعنی عینک اسبی. یعنی خیلی موقع ما با این عینک نگاه میکنیم فقط جلومون رو و مابقی زاویه رو نگاه نمیکنیم. اگر اینطوری نگاه کنیم ولی خدمتمون خود کوچک، اگر دیگر دوست نداریم. ولی اگر وسیع نگاه کنیم، چون ملکوت خدا وسیع هست، پهناوره، اگر نگاه من دیدم به ملکوت خداوند و خدمت پهناور باشه، تو این پهناوری میتونم مابقی خادمی رو در کنار خودم داشته باشم. ولی اگر دیدم کوتاه باشه و رویاهام کوچک باشه، شاید خودم رو دوست نداشته باشم و مابقی خادمی یک جا ببینم و کنار کار بکنم. و به خاطر همین است شاید بعضی ها همچین نوع تفکری دارن و نمیتونن خودشون رو در کنار مابقی خادمی بگذارن و اون خدمت مشترک رو داشته باشن. حتی بگم خیلی کوتاه از که در خاطر باید ریشش رو بیشتر ما پیگیری کنیم. آره اتفاقا خوب میشه در برنامه‌ای که مشترک داریم و برادرمون برادری که با هم دیگه هستیم راجع به این موضوع صحبت کنیم. ما هم اینجا میدونید که در این چند ماه گذشته کلیسای متحد ایرانیان رو شروع کردیم با برادر شمول عزیز که در واقع برادر ارشد ما هستن، برادر ما اشکان و همسرانشون. واقعا بر این باور هستیم که اتحاد و یکدلی و دوستی با هم دیگه، هر گلی بوی داره دیگه، هر کی یک شخصیتی داره و جوابگویی که به هم دیگه داریم به فیض خدا میتونیم خیلی کارهای بزرگ بکنیم و باشه که اتفاق بیفته. من میخوام جهت سوالا رو عوض کنم چون تقریبا آره ما 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. بعد فرام، شما آینده کلیسای فارسی زبان رو چطور میبینید؟ کلیسای افغان، کلیسای ایرانی رو چطوری میبینید؟ بسیار روشن. البته من همیشه اینطور میخوام بگم، من یاد گرفتم وقتی بخوام به چیزی نگاه بکنم، نه با اینک خودم، بلکه اینک خداوند رو بزنم و با اینک خدا نگاه کنم، بعد اون موقع میتونم با چشمان خدا نگاه کنم. عرضم خدمت شما عرض میکردم یه سرود بود تو ایران ما میخوندیم، چون دانم آینده در دستان، داده صدای من قشنگ نیستش، یه چون دانم آینده در دستان اوست پس زیستن ارزش دارد چون تو زنده ای. آینده ما در دستان خداوند ایستاست. هر اتفاق بیفته زمین و آسمون ظاهر میشه، ولی اراده خدا از بین نمیره، اونم برای کشور ایران، برای فارس زبان، برای ایرانی ها، برای افغان و تاجیکی ها. چون باور دارم دست عدالت خدا روی ایران هستش، باور دارم اراده خدا برای ایلام ما
اراده بسیار نیکویه. البته من درباره یه تغییر رژیم صحبت نمی کنم، چون وقتی به واسه صحبت می کنم بعضیا میگن نه آقا شما درباره این میخواد، نه من درباره تغییر فکر و دل و اندیشه دارم صحبت می کنم. به خاطر میگم نقشه خدا اصلا از بین نمیره، چون خدا از هر طریقی داره کار میکنه تا فکر و اندیشه دل ایرانی و فارس‌زبان افغان و تاجیک رو عوض بکنه و با محبت خودش آشنا کنه، با حقیقت زنده آشنا کنه و اونها وارد مرحله تازه‌ای از زندگی بشن. پس این نقشه، نقشه‌ای که خدا از ابتدای عالم گذاشته و من باور دارم این نقشه هر روز داره بیشتر و بیشتر پیش میره. ممکنه یواش میره ولی درست میره. خیلی موقع ما میخوام عجله کنیم تو این قسمت، خدا میگه عجله نکن، یواش، صبر، آسه آسه تا بدونیم جای پامون کجا میخوایم بذاریم. پس من یک باور رو دارم نقشه خدا برای ایران، برای افغانستان، تاجیکستان و فارس زبان ها نقشه بسیار عالی هست و خدا نقشه داره انجام میده و توش من شکی ندارم به زودی خواهیم دید معجزاتی که در توی ایران، توی افغانستان، تاجیکستان انجام میشه و شهادت های بسیار زیبایی میشنویم. من این باور رو دارم خدا داره از طریق روح القدس، از طریق فرزندان، از طریق ناجی داره کار میکنه و قلب ایرانی رو داره آماده میکنه برای تحول عظیم، برای یک زندگی عظیم، برای یک رویای عظیم، برای یک باور جاودانی که من شما باور داریم خدا ما رو آماده میکنه برای زندگی های زندگی در اون ملکوت پسر خدا. ولی چیزی که من میخوام اضافه کنم، خدا داره سهم خودش رو انجام میده، ولی صحبت از اینی که ما خادمینم الان داریم سهم خودمون رو توی این مسیر انجام میدیم یا نه، من همیشه این رو دارم میگم، سهم خدا و سهم ما میشه کار خدا. اگر خدا سهم خودش رو انجام میده، من سهم خودم رو انجام ندم، یک جا فکر میکنم خراب میشه. به خاطر همین است ما امروز فکر میکنم خادمی، نه فقط خادمی، کل مردم ایران، کل ایماندارها باید یک فکر داشته باشیم که اگر روزی در ایران باز شد چگونه میخوایم مردم ایران رو خدمت کنیم، چگونه میخوایم خوراک بدیم، این همه بچه کوچیکی که به دنیا آمده چگونه میخوایم اونها رو تر و خوش میکنیم. من میخوام بگم امروز من و شما خادمی، نه کل ایماندارا، باید این فکر رو داشته باشیم چگونه میخوایم زمانی که درها باز میشه این کار خدا انجام میشه ما وارد خدمت بشیم، چگونه بایستی برنامه‌ریزی کنیم. این فکری که من دارم و دارم میخوام بگم جزو رویاهای بعدیم هستش که توی بلژیک، توی هر جایی که بتونم خدمت کنم، بتونم رویا رو داشته باشم تو در این مسیر اینکه با مردم صحبت کنیم و مردم رو آماده کنیم، خادمین رو آماده کنیم که یک فکر، یک رأی، یک نظر داشته باشیم، اونم این که برای ایران بار داشته باشیم، برای ایران فکر داشته باشیم، برای ایران برنامه داشته باشیم. حتی نه برنامه، من میخوام برنامه‌ای که از خدا میگیریم، رویایی که از خدا میگیریم، طریقی که از خدا میگیریم، ولی رو ما بایستی انجام بدیم. پس ما باید نه تنها در این فکر باشیم که خدا برنامه‌اش داره انجام میده، ما چقدر امروز با خدا میخوایم همکاری کنیم در این مسیر تا بتونیم گوسفندان گمشده که وجود دارن رو بتونیم خوراکی تازه بدیم. چون من باور دارم خدا اگر میخواست تنهایی کار بکنه تمام کار تنهایی انجام میداد، ولی کلام شما به وسیله شما زیرا به زبان من موعظه میکنید، از زبان من. پس ما خادمین خداوند هستیم، همکاران هستیم و باید در این مسیر بدونیم چگونه بایستی خدمت کنیم و حرکت کنیم تا اون اراده نیکوی پسندیده خدا برای کشورمون افغانستان، تاجیکستان و ایران انجام بشه. آمین. بشود که ایران، افغانستان برای مسیح بشه و ما شاهد باشیم آن چیزی رو که سالهای سال ما و پیشکسوتهای ما، عزیزانی که قبل از ما بودن برایش دعا کردن، روزه گرفتن، خدمت کردن، این کار کنیم. ما با هم میتونیم. من میدونم که خادمین ایماندارهای مختلفی در این برنامه هستن، در طول هفتم خیلی تماشا میکنن، ما میتونیم این کار بکنیم اگه باور کنیم که در اتحاد با خداوند و با یک دیگه قدرت وجود داره. حالا یکی میاد جلو دوربین، یکی میاد پشت منبر، یکی تعلیم میده، یکی موعظه میکنه، ولی شاید من با پولم میتونم این کار بکنم، شاید من میتونم با دعام این کار بکنم، شاید من میتونم با پشت صحنه بودن این کار بکنم. چون اگه یک تیمی برنده میشه، فقط 11 نفر نیستن توی زمین دارن میدونن، 10 نفر پشت صحنه دارن کار میکنن، میدون، زحمت میکشن و یه اتفاق میفته. فرام جان ما 7-8 دقیقه وقت داریم، چطوری که دعا بکنیم برای این منظور؟ آمین. به نکات خیلی خیلی مهم اشاره کردی الان که ایماندارا هستن، خادمین هستن، واقعا دعا بکنیم که خداوند این گونه در ما عمل کنه. شما دعا بکنیم، منم به شما آمین میگم، متحد میشم. چشم. خدای پدر، شکرگزار تو هستم برای محبت تو، برای تاریخ‌های زیبای تو، برای فکر بی‌نظیر تو، برای برنامه هایی که خداوند تو مهیا میکنی در بُعد روحانی. خداوند
میدونم برنامه های تو بی نقصه خداوند، میدونم کارهای تو عظیمه، میدونم خداوند چشمان تو تردد میکنه در این دنیا تا گمشده ای رو خداوند رو پیدا کنی و او رو با محبت و عشق خودت آشنا کنی. میدونم خداوند تو در این دنیا داری حرکت میکنی و دستان تو داره در کار هست خداوند. باور رو دارم خدای پدر، تو خلقت رو خلق نکردی تا تنهاش بگذاری، بلکه خداوند به وسیله پسر در خلقت وارد شدی خداوند تا خلقت رو از آن خودت کنی، تو در خلقت خداوند وارد بشی و این خلقت رو به سوی اون تندرستی، به سوی اون آزادی، این خلقت رو به سوی اون رویای نیکوی خودت خداوند هدایت کنی. و من باور دارم آنچه تو خداوند از ابتدای خلقت در نظر گرفتی داره انجام میشه و به زودی خداوند چشمان ما نظاره میکنه کارهای عظیم تو رو، کارهای عجیب تو رو، معجزات تو رو و خداوند نام پسر جلال پیدا میکنه. ولی پدر ازت خواهش میکنم در این مسیر به وسیله روح القدس در دلهای ما ایماندارها کار کن، نه فقط خادمی بلکه کل ایماندارها، تا هر کدوم از ما بدونیم در این شرایط بایستی کجا قرار بگیریم، چه نقشی رو بایستی انجام بدیم، در کجا این بدن باید واقع بشیم. خداوند به هر کدوم از ما نشون بده که خداوند چه خواندگی داریم، به ما نشون بده چه مسیری داریم، چه کار باید انجام بدیم. خداوند نمیخوام بیهوده باشیم، نمیخوام مش به هوا بزنیم، نمیخوام خداوند فقط بریم کلیسا برگردیم و فکر بکنیم داریم خدمت میکنیم. خداوند ما رو آزاد کن از خداوند انجام مراسم مذهبی، چون تو مسیح تو برای ما مراسم مذهبی نیاوردی، بلکه خداوند کلیسا رو درست کردی تا در کلیسا خداوند ما با تو آشنا بشیم، با پدر دوستی ایجاد کنیم و در این مسیر خداوند بتونیم با خدا همکار باشیم. پس خدای پدر در این مسیر ما رو کمک بکن، فکرهای نو به ما بده پدر. ازت خواهش می‌کنم در این مسیری که خداوند ما در خانه هامون هستیم تو با ما صحبت کن خداوند. ازت خواهش می‌کنم خداوند همه ما رو ملاقات کن، ملاقاتی نو، ملاقاتی تازه، ملاقاتی عمیق، ملاقاتی که در اون ملاقات خداوند تو با ما به خداوند پیغام ها بدی، رویاها به ما بدی و ما رو هدایت کنی خداوند که چه کار باید بکنیم خداوند. میدونم در بعد از این ایام خداوند در کلیسا باز میشه، ولی خداوند وقتی میخوایم برگردیم میخوایم با یک دید تازه برگردیم، وقتی در ایران باز میشه میخوایم با یک دید تازه برگردیم به کشورمون خداوند تا بدونیم چه کار باید بکنیم خداوند. کمک کن خداوند در این ایامی که اینجا هستیم بتونیم عهد خودمون رو با تو تازه کنیم، عهدمون رو با دیگر خادمین تازه کنیم، بتونیم خداوند در این عهد بمونیم، در این وفاداری بمونیم خداوند. نمیخوام بیهوده باشیم خداوندا، میخوام مسح تازه بگیریم، میخوام قوت تازه بگیریم، میخوام خداوند خدمتی جدیدی از دستان تو بگیریم، میخوام ایمانی تازه خداوندا در تو داشته باشیم، میخوام اون اراده عظیم تو رو درک بکنیم خداوندا، نمیخوام خسته خاطر باشیم. به خاطر همین امروز به حضورت اومدیم تا از تو قوتی تازه بگیریم، از تو خداوند سی تازه بگیریم، صدای تو رو بشنویم خداوند. نمیخوام دنبال صدای که خودم میخوام برم، نمیخوام دنبال صدای دنیا برم، میخوام دنبال صدای تو راه برم خداوندا. میخوام در این مسیر خداوندا صدای ندا کننده باشم. پس خداوند ازت خواهش میکنم در این مسیر خداوندا تو مذبح های ما رو از نو شکل بده خداوندا، از سنگ های نتراشیده در خانه هامون، چون وقتی خداوند در این مذبح ها خداوند ما میشینیم دعا میکنیم، خداوند دعاهای خودمون رو، پرستش های خودمون میذاریم، عطر این خوشبو خداوند با آسمان تو میاد و از این آتش خداوند میتونه خانواده های ما آتش بگیره، همسایه های ما آتش بگیره، شهر ما آتش بگیره، کشور ما آتش بگیره و این آتش به ایران خداوند انتقال پیدا کنه. پس خداوند فکرهای ما باز کن، نمیخوام فکرهای کوتاه داشته باشیم، بلکه میخوام فکرهامون در تو عمق بگیره، میخوام فکرهامون در تو جا بگیره، میخوام فکرهامون در تو نو بشه و خداوندا به تازگی تو فکر کنیم. خداوند ازت خواهش میکنم اراده نیکوی پسندیده تو در زندگی‌های هر کدام ما و ایران عزیز انجام بشه، چون باور داریم خداوندا در اون زمان خداوند اون پیروزی رو شاهد خواهیم شد و صلیبی که تو در ایران برفراز میکنی خداوندا، کلیسایی که تو در ایران دوباره خداوند رو باز میکنی و عاشقان تو خداوند رو بیتن به حضور تو بیان، از حضور تو لبریز بشن، از حضور تو سرمست بشن، با تو رابطه برقرار کنن و دلشون رو در حضور تو تازه کنن. ممنون تا هستم ای پدر، من که اجازه دادی خداوند این مشارکت باشه و عزیزانی که میشنون خداوندا دل خودشون رو به تو بدن. خداوند دعا میکنم برای کسانی که دارن میشنون، اگر ایمان ندارن روح القدس اونها رو ملاقات کن، حقیقت زنده پسر خدا رو با اونها بگو، با اونها بگو که فقط عیسی خدا و خداونده و تنها طریق برای رسیدن به ملکوت. قلبشون رو لمس کن، دلشون رو لمس کن خداوند، فکرشون رو تازه کن تا بتونن متوجه بشن، تا بتونن ایمان بیارن، بتونن باور کنن که عیسی تو خدا و خداوند هستی. شکرگزار تو هستم پدر، به نام مسیح دعا کردم،
آمین آمین آمین. چقدر دعای پربرکتی. مرسی برادر فرام برای این وقتی گذاشتید. میدونم که یه مقدار محدود بودید، امروز خیلی گرفتار بودید. دعای من، برکت من با شما است. از تک تک عزیزانی که با ما بودید تا این ساعت واقعا تشکر میکنم. خادمین ایماندارای عزیز، دعا میکنم که واقعا محافظت خدا با شما باشه. این برنامه رو با دیگران به اشتراک بذارید. ما میریم برمیگردیم هفته آینده چهارشنبه، در همین برای مشارکت با یک برادر جوان در خدمت تو خواهیم بود. همه جوانم، فرام هم جوانه، منم جوانم، ولی ایشون جوانتره. برمیگردیم در خدمت تو خواهیم بود. خواهش بکنم که برنامه های کلیسای متحد ایرانی رو تماشا کنید، اونایی که در طول هفته از یک شنبه هستش. خواهش بکنم که برنامه سیمای مسیح رو در شبکه محبت تماشا کنید که هر دوشنبه ساعت 10:30 شب وقت ایران هستش. فیض خداوند روزگاری بشه که همدیگر از نزدیک ببینیم و برکت بدیم. واقعا متشکرم که با من بودید. شما رو به دست خدا میسپارم. بعد فرام بازم خیلی ممنونم که تشریف آوردید. هر مریم تشکر کنید. متشکرم دعوت شما کردن. بازم در خدمتتون خواهیم بود. بیشتر از این میخوایم با هم دیگه باشیم به فیض مسیح که بتونیم حتی راجع مطالب بهتری هم با هم صحبت کنیم. آمین. برکت تو بده عزیزان. تا فرصت بعد شما رو به دست خدا میسپارم.